چه باجگیری رو خواهند کرد برای روی کار آمدن. اینه که دولت ائتلافی که 8 حزب در اون داشته باشن که متضاد با یکدیگر باشن، از یک طرف اسلامگرای افراطی باشن و اخوان المسلمین باشن، از یک طرف چپگرای نئومارکسیست به هر حال پشتیبانی از کولخوزها میکنن و کیبوتس‌های اسرائیلی. فقط من یه افشاگری بکنم، در برای اولین بار هستش که در این برنامه تحلیل سیاسی در کابینه، مخصوصا در افشاگری ها درباره ساختار سیاسی اسرائیل که مطرح میشه، برای اولین بار در رسانه ها این افشاگری در برنامه آیدیا تی وی مطرح میشه. و اینی که اسرائیل میشه گفت بیش از 270 تا کلخوز یا کیبوت در اختیاره، که بر روی یک ایدئولوژی که سوسیالیستی، نئومارکسیستی و استالینیستی در سالهای در سده اخیر با روی کار آمدن تأسیس دولت اسرائیل 1947 همینطور 53، الان اگه بخوایم حساب بکنیم 270,000 نفر در از این افراد هستند، در کلخوزها هستند و بیشتر جوانان آنها خارج شدند، در یک سیستم اشتراکی با هم دیگه زندگی میکردن و اینی که حق مالکیت نداشتن، خانه سازی میشد و آنچه که در اختیار آنان دولت بنگوریان و دولت برحال که هم سندیکاهای کارگری رو در اختیار داشت، هم دولت رو در اختیار داشت و همینطور نهادهای فرهنگی و در سرکوب شرقیان رو در اختیار داشت و همینطور نهادهای مدنی رو در اختیار داشت. فکر کنیم 270,000 نفر که الان 270,000 نفر هستند، بیش از شما در نظر تمام اراضی اسرائیل که زیر حاکمیت اسرائیل هست حدود 22 میلیون هکتار هستش. از این 22 میلیون هکتار 11 میلیون هکتار که به هر حال قابلیت اسکان نداره، یا اینکه قسمت هایی هستن که در آن ارتش حکم روانی میکنه، میمونه 11 میلیون هکتار دیگه. از این 11 میلیون هکتار دیگه ما هومه داریم و شهرنشینی داریم و باورتون ممکنه نشه و کلخوزهای اسرائیلی که ایدئولوژیک نئومارکسیستی استالینیستی داشته و دارند دارای بیش از 4.5 از 9 میلیون هکتاری هست، یعنی که 86% اراضی رو در از 270,000 نفر آمدن و به یغما بردن، که امروز در این قرارداد در این برنامه ما داریم افشاگری میکنیم قراردادی که با مرس، قراردادی که با حزب کارگر خانم میراف میخائیلی آمده به امضا رسیده که بیان و آنچه که یعنی حدود میشه گفت 50 سال پیش 70 سال پیش در اختیار آنان گذاشتن برای کشاورزی که اراضی کشاورزی هست، یعنی مزارعی هست که برای کشاورزی به آنان داده شده، نه فقط که آمدن خانه سازی کردن به حساب دولت، آمدن در اونجا خانه های خودشون و یلاقا قشلاقا های خودشون رو ایجاد کردن، کشاورزی رو به کنار گذاشتن و در حال حاضر اسرائیل داره واردات میکنه و تولید نمیکنه به آنچه که در 30 سال اخیر، و هنوز آنان یکایک این برحال اراضی را در اختیار دارن. نه فقط که اراضی را در اختیار دارن، 270 نظر از کیبوتس ها که 4.5 میلیون هکتار را در اختیار دارن، الان دارن مشروعیت میبخشن در این دولت در برحال افشاگری آنچه که بین حزب کارگر هست و حزب بنت و لپید که مشروعیت به اون ببخشن، که بله یعنی آمدن و به اینها بخشیدن دولتی، با وجودی که در حال حاضر ما از نظر اسکان برای جوانان اسرائیل از نظر خانه سازی حتی به هر حال یک جوان اسرائیلی، یه زوج اسرائیلی نمیتونه خونه بخره. چرا؟ برای اینکه با بحران 2008 که بود باید 40% سرمایه دان پیمنت بذاره که نمیتونن و همه دارن اجاره نشین هستن، و کیبوتس ها در حال حاضر 4.5 میلیون هکتار در اختیار دارن از 9 میلیونی که 11 میلیونی که در سراسر اسرائیل هست، و بحث و گفتگو و هژمونی رسانه‌ای بر این هستش که باجگیری نیست بلکه
با وجود که دارن کشاورزی میکنن دارن این اراضی رو به خودشون مصادره میکنن و اینها رو به صورت 49 سال برای 4 دوره 200 ساله در اختیار اینها گذاشته بودن، مفت و مجانی در این اراضی داشتن خانه سازی میکردن. نه فقط آن، بلکه به آنها اجازه دادن که بیان زمینای خودشون رو بیان بفروشن به مملکت. آنانی که در مراکز اسرائیل قرار گرفتن، مثلا شفاییم گرفته، رامات راخه در اورشلیم، و این کیبوتس ها 27 تا 29% پول امروزه رو بتونن بگیرن در جیبهای خودشون بریزن. و یکایک کیبوتس هایی که دیروز ایدئولوژیکی بود که آمده و از نظر ایدئولوژیکی و نئومارکسیستی و سوسیالیستی به کنار رفته، همچین ایدئولوژی دیگه نیست دیگه، خودشون همون کیبوتسنیکایی که سوسیالیست بودن سرمایه دار شدن، خانه ساز شدن. و اینی که به هر حال به حساب کی میاد؟ به حساب هومه میاد، به حساب شرقیان میاد، که افرادی هستن که از لیکود میان و ملیگرایان هستن که از آنان میان و پشتیبانی میکنن. به هر حال بنت و لپید برنامه فقط گلوبالیستی نبوده که روی کار آوردن بنت و لپید، بلکه یک مسائل ساختار سیاسی اسرائیل نیز بوده و هست.